اینجا کاناپ است. لطفاً کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید. سلام، من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت نهم سریال زندگی شاهانه است. در کافه دیدم شبنم ملیسا را میبیند و میخواهد جلو برود که دیدم جلوی او را میگیرد و میگوید ملیسا هم همین را میخواهد و اگر الان سر و صدا کند خبر پخش میشود و از شبنم میخواهد که برود، ولی او قبول نمیکند و میگوید همین الان باید ملیسا از آنجا برود. دیدم پیش ملیسا میرود و میگوید امروز برای سرویس دهی به او نیروی کافی ندارند. ملیسا میگوید میداند آن کافه به لطف چه کسانی سر پا مانده و امروز میرود، ولی به زودی سر آن میز خواهد نشست و تمام پرسنل را هم عوض میکند. ملیسا می رود و شبنم پشت سر او می رود. دیدم به آیدین که از وضعیت خوشحال است می گوید حق ندارد از این موضوع به کسی چیزی بگوید. آیدین می گوید موقتا ساکت می شود و فعلا باید برای پیجش تبلیغ کند. شبنم به خانه می رود و می خواهد عکسی که آیدین گرفته رو به اونور نشان بدهد که در همین موقع اجه می رسد و از مادرش می خواهد به تکالیفش نگاه کند. شبنم می گوید بعدن با هم صحبت می کند. آیسل با ملیسا تماس میگیرد و میگوید شنیده او به مارژا کافه دیدم رفته و میگوید فعلا نباید جای دیده شود و بی سر و صدا پیش برود و گوشی را قطع میکند. ملیسا برای دوستانش پیغام میگذارد و از آنها میخواهد فردا دور هم جمع شوند و از اینکه آیسل گوشی را قطع کرده عصبانی است و با خودش میگوید نباید تلفن رو قطع میکردی، بهت نشون میدم. شبنم باز با روح نیازی صحبت میکند. نیازی میگوید شبنم دوست داشتنی نیست و این هم مثل شوهرش را همراهی کرده، ولی او خیانت کرده و به زودی بیرونش میکنند. نیازی از او میپرسد واقعا اونور را دوست داشته؟ شبنم میگوید نمیداند و تا به حال به این فکر نکرده. فردا ملیسا با دوستانش سر قرار میرود و میگوید عاشق یک مرد شده و به خاطر او همه کارهایش در آمریکا را ول کرده، اما فعلا نمیتواند معرفیش کند. شبنم و دیدم با هم ملاقات میکنند و دیدم میگوید شبنم باید اونور را غرق در نمایش های خانوادگی کند تا عذاب وجدان بگیرد و این وسط حتما ملیسا هم نقشه دارد و باید متوجه بشود. شبنم به مناسبت های مختلف جشن میگیرد تا خانواده کنار هم جمع شوند. دو سالگرد آشناییش به اونور را جشن میگیرد و مدام به او توجه میکند و خاطرات گذشته را یادآوری میکند. چند روز بعد دیدم و شبنم با هم صحبت میکنند و دیدم میگوید باید بفهمند ملیسا چطور و کجا به اونور نزدیک شده. شبنم حرفای آیسل را به یاد میآورد و میگوید آنها در نیویورک آشنا شدند و آیسل ترتیب آشناییشان را داده. دیدم میگوید اگر طلاق بگیرند باید به او پول پرداخت کنند، اما شبنم میگوید قرارداد ازدواج امضا کرده. دیدم میگوید از او خواسته بود در این سالها با آیسل کنار بیاید و بی حد و اندازه از او تعریف کند. شبنم میگوید زنانی مثل آیسل هرگز از افرادی مثل او خوششان نمیآید و حرفای آرزو در نوجوانیش را به یاد میآورد که گفته بود فقرا دنبال تصاحب اموال آنها هستند. آیسل با نور صحبت میکند و برای او زوجهایی را مثال میزند که بعد از سالها جدا شدند و از او میپرسد تا به حال دلتنگ زندگی قبل از ازدواجش شده. نور میگوید این بحث به سمت خوبی پیش نمیرود و بعد از رفتن نور ملیسا تماس میگیرد و میگوید نور اصلا برای او وقت نمیگذارد و به تماس و پیغامهایش هم جواب نمیدهد. آیسل میگوید شاید شبنم ماجرا را فهمیده. شبنم به خانه آیسل می رود و در خانه آیسل گلدان لاله سیاه را می بیند و متوجه می شود آشنایی ملیسا با اونور کار او بوده. مسعود هنوز دنبال پرونده نیازی است و به کاروانسرای قدیمی می رود و دوباره آنجا را بررسی می کند. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار. لایک کردن این ویدیو به معنی تعریف از ما نیست. به یوتیوب کمک می کنه تا این ویدیو رو به کسانی که دنبالشن پیشنهاد کنه. کانال های گروه کاناپه رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید.